سلام. در ادامه محور، بحث روی آتش سوزی در اسلام قلعه و گمرک اسلام قلعه متمرکز خواهد بود. با گذشت 3 روز گزارش شده که هنوز هم در بخشهایی از این گمرک آتش سوزی مهار نشده. این رویداد با واکنش های مختلف در حکومت و بیرون از حکومت روبرو شده. با عنوان نخست رئیس جمهور در بخش از واکنشش به این رویداد گفته که سر باشه کلاه پیدا میشه. اما بازرگانان خواهان جبران خساره با اقدامات جدی حکومت در این زمینه و نه تنها در گمرک اسلام قلعه بلکه در تمامی بنادر افغانستان هستند. در نخست با آقای وحید قطالی والی هرات در باره این رویداد بحث میکنیم. سپس آقای الکوزای معاون فدراسیون اتاقهای افغانستان هم در استودیو حضور دارند و بحث را با اونا ادامه خواهیم داد. آقای قطالی، خوش آمدین به برنامه، وقت شما بخیر. گزارش میشه که هنوز هم در بخشهای از گمرک اسلام قلعه آتش سوزی ادامه داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و مهمانای برنامه شما و بیننده های شما. ما هم تأثیر خود باز هم اعلان میکنیم. حادثه فوق العاده عمیق و غم انگیز و گسترده ای بوده. آتش به اون معنی که منجر به باز آسیب بشه نیست. خب به هر حال تمام تلاش خود تیم اطفایی ما کرده و 95% آتش خاموش شده. گدازه های از لاشه های بعضی وسایط هست که در او بعضی اموال است که اطفایی ما تمام تلاش خود میکنه، اما وزش باد با سبب شعله‌ور شدن میشه. اما آتش از کنترل خارج نیست. از آتش که در مهمتر بسای دیگه است که در ادامه با هم صحبت میکنیم. بسیار خوب. اما وزارت خارجه افغانستان دیروز از ایران قدردانی کرد به خاطر مهار آتش سوزی. شما هم اعلام کردین که آتش سوزی مهار شده. به ادامه آتش سوزی پرسش برانگیز است، باید کار شود در این زمینه. 3 روز از رویداد گذشته، اونجا تقریبا 1800 جریب زمین است و دشت است. واسطه هایی که از کشور همسایه بر ما مواصلت ورزیده در گام اول حدودا 10 واسطه است که خب برد بسیار قوی برای مهار آتش در ابتدا نداشت، ولی باز ما سپاسگزاری کردیم یا لکم، چون به موقع به ما پاسخ گفتن از شهرهای مجاور مرز برای ما 10 واسطه روان کردن. 24 واسطه قرار بود بیه خود تا پشت مرز آمد. اجالتا در او فضا بیشتر از او گنجایش نداشت که بیشتر از 10 واسطه بیه. 6 واسطه ما از شهر هرات برده بودیم. کارشناسایی که چه در بیرون از کشور، حتی در کشور همسایه، در مرکز و در هرات بررسی کردن، این آتش ها را با اطفایی شما او را خاموش کردن نمیتونین. ما جستجوی تیاره کردیم، در منطقه تیاره پیدا نشد. قوات ائتلاف خودم صحبت کردیم، ما با دفتر جنرال سپ میلرم صحبت کردم، اما هیچ کدام از کارشناسا به این جواز ندادن که این آتش که منجر از گاز و تل باشه. معمولا جنگل ها و دشت های که آتش میگیره با او هلیکوپترها خاموش میشه و تیاره ها، اینا امکان نداشت که محموله هایی که هر لحظه یکی پیک دیگر انفجار میکرد اونا رو خواسته باشیم با تیاره خاموش بکنیم. تنها ما موفقیت ما در این بود که بتانیم واسطه ها رو بکشیم که الحمدلله بسیار همت کرد. شرکت های ترانسپورتی ما، بارچلانا و دریورای ما قهرمانی کردن و بیش از 2000 موتر از ساحه کشیدن، اما یک تعداد زیادی متاسفانه واسطه های ما در اونجا فعلا حریق شده. هیئت در حال بررسی است. بسیار خوب، میریم به بحث ای که چقدر موتر متوقف بوده در اسلام قلعه. بررسی ها تا حال آغاز نشده، اگر شده به کجا رسیده، نتیجه چیست؟ بررسی آغاز شده، 3 هیئت همزمان کار خود شروع کرده که یکی هیئت بررسی رویداد است که چگونه این حادثه رخ داد، دلایل عواملش چیست، چرا وسایط اینقدر بیرویه اینجا متوقف بود. از چندین جهت به این میبینن به صورت نرمال و طبیعی به هیچ وجه نباید نزدیک به 3000 موتر به داخل گمرک پارک می بود، چون اینا تقریبا 1% اکثر وسایط محصول شده بود و باید خارج می شد. دلایل خروج، عدم خروج از ایره باید بررسی بکنن، ممانعت ها چی بوده، خودداری ها چی بوده و چرا این چه اتفاق افتاده. این یک بحث قضیه است. مهمتر است که خب بررسی هایی که دیروز ما با وزارت مالیه داشتیم به دلیل از اینکه هنوز آتش بود، بیش از 300 واسطه را ما میتونستیم، چشم دید ما بود، چون در میان دود و آتش نمیتونستیم، حتی از هلیکوپتر هم استفاده کردیم نتونستیم تشخیص بدیم. امروز که هیئت های ما از نزدیک رفته
متاسفانه یک مقدار بسیار بالاتر است و بیش از 800 واسطه حریق شده و سوخته که ما دنبال میکنیم که ببینیم در بین واسطه ها، چون هیچ آماری از تلفاتی که منجر به فوت شده باشه ما نداشتیم. تنها 17 تا 18 نفر زخمی داشتیم که بر از نو رسیدگی شده، اما این ناممکن است که در بین از ما تلفات انسانی نداشته باشیم. تا اکنون نه خانواده مراجعه کرده و نه هم جسدی در اینجا پیدا شده در بین از این آتش، ولی ما جستجو میکنیم که ببینیم که خدای نکرده اگر هموطنان ما جان خود از دست داده باشند به رسیدگی بشه. بسیار خوب، بسیار خوب. تا اینجا کار علت آتش سوزی و آغاز این رویداد به انفجار یک نفت کش بوده، موتر گاز. درست، گاز کش. بسیار خوب. خب میریم به بحث بعدی. چرا نزدیک به 3000 موتر متوقف بودن؟ شما هم میگین در این باره. خب یک بحث است که گاهی سه عامل مختلف داره که به هر دو طرف، یعنی هم سکتور هم موتردار هم دولت برمیگرده. بعضی وقت کنکاری های خود اداره مربوطه باعث میشه که باید اینا شیفت های مختلف کار بکنن. افزایش پیدا کرده واردات ما متاسفانه، که خب به هر حال ما میخواهیم که بالانس بین صادرات و واردات باشه، بیرویه افزایش پیدا کرده. باید خدمات 24 ساعته داشته باشیم و جمعه ها و حتی پنجشنبه ها رو بهتر کار بکنیم، بعضا این نمیشه. دومی که همزمان بعضی وقت که هیئت های در اینجا حضور پیدا میکنه، با ترس از این که هیئت ها بیاین و بررسی ها جدیتر باشه، چون به هر حال نمیتونه میره پنهان بکنیم که قوانین دور زده میشه، بعضا فساد صورت میگیره و اموال او اموالی نیست که معمولا بعضا محصول میشه. بعضی ها خودداری میکنن از محصول، بعضی کارمندا هم در این دست دارن که نمیخوان در پیش روی چشم هیئت اینا خروج بشه که مبادا اینا در مسیر دستگیر بشه. یک بحث دیگه هم این هست که حال ما عوامل از رو پیدا میکنیم، چرا پلیس که ادعا میکنن مردم که مانع میشده، محافظت گمرکات مانع خروج میشده و خود جلوگیری میکرده، او را ما پیدا میکنیم. بحث دیگه است که اخیرا یک عده به نامش نمایندگی میکردن که نماینده های ترانسپورت نبودن، بعضی شهرها های کشور بند کردن از خاطر بعضی تکس های وزارت ترانسپورت. شهرها ها دروازه های ورودی شهر بند بود و مالکین و بعضی کسایی که بار از اونا بود میگفتن خب ما کیر خارج بکنیم پس به داخل شهر مسدود میشه، نمیتونیم به مقصد برسانیم، متوقف کردن. از سوی دیگه صرافی ها که اعتصاب کرده بودن، پول در بازار بسیار کاهش پیدا کرده و پولی برای طی مراحل عنوان میکنن تاجران ما نداشتیم، به این خاطر اینا اونجا متوقف شده. ولی به هر حال نتایج اولیه نشان میده که 1% بزرگی از موتورها محصول شده بود که باید خارج میشد، اینا خارج نشده بود. نیروهای بسیار گسترده بررسی میکنن. 75% موتورها که در رویداد آسیب دیدن و یا هم در محل بودن، اتاق تجارت صنایع هرات گفته که محصول شده بودن و بنابر کندکاری کارمندان گمرک و درخواست پول اضافی و فساد در داخل گمرک باقی ماندن این موتورها. صحبت اتاقای تجارت خود که و اتاقای صنعت خود و شرکتای خود رد نمی کنم که به هر حال همچو یک کارمندای در اونجا وجود داره. تیمای تحقیقاتی تمامی کسایی که در این عرصه قفلت کرده دستگیر میکنه، اما تنها عامل کنکاری از او منظر نبوده. ما با حفظ احترام ای که واقعا سکتور خصوصی ما آسیب کلان دیده، ما در کنارشان هستیم و امروز بسیار یک ماتم است در کنارشان هستیم، اما باید ابعاد دیگر هم ببینیم که چگونه مافیا در این قضیه دست داشت که همواره وقتی که قانونا تاجر میخواهد که مال خود خارج بسازه، یک عده معدودی از مافیا همیشه در گمرکات هستن که مانع میشن و نمیگذارن که طی مراحل مسیر قانونی خود طی بکنه. او مافیایی است که معمولا با بعضی از مسئولین دست دارد. درست، 75% موتورها باقی ماندن با وجودی که محصول شده بودن در گمرک. یکی دو مورد نبوده. آقای قتالی، مسئول کی است که باید نظارت بکنه از کار گمرک که
متهم به فساد است و گزارش ها از فسادش فساد در گمرک هم پخش میشن هر روزه. جناب نواب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان آیت های که لازم بوده برای یکی برای وسایطی که ما خارج ساختیم و به سوال شما میایم خارج ساختیم و باید اونا به مالکین خود تسلیم بشه، اونایی که به خارج از کشور یعنی به کشور همسایه انتقال دادیم که اونا لطف کردن دروازه خود گشودن، بیش از 1,500 واسطه را ما به داخل خاک کشور همسایه بردیم و حدود 320 واسطه را در پشت کمیساری و گمرک خود حفظ کردیم و در حدود 670 موتر 650 موتر خود ما به شارا سوق دادیم. اینا وسایطی است که توسط موتردارا دریورا همت کردن اینا خارج شد از ساحه. هیئت یکی برای بررسی از اوست که دوباره بیایه و اینا به مقصد خود برسه و سالم به دست مالکین خود برسه. یک هیئت برای عزیز که بررسی بکنه که کیها غفلت کردن. ما که از هیچ کس نمیگذریم، از کوچکترین کسی که کمترین قصور داشته تا کسایی که مسئولین در سطحی که باشن. این گامای بعدی ساقای قتالی هم ما باید جلوگیری میشد، اجازه نمیدادین که 75 حدود 3,000 موتر که یک بخش کلانش هم محصول شده بوده در درون گمرک که هیچ زیربنا و امکانات نداره متوقف میمانند. خطرات قابل پیش بینی بوده. ما پیش بینی هستیم که سه عامل عمده داشته. یک عامل از او فساد و ممانعت پرسنل بوده کارمندان، یک عامل از او بحث عدم طی مراحل و یک عامل از او واردات گسترده تر، یک عامل از او که ما با ثبوت و اسناد میخواهیم به شما تثبیت بکنیم دست داشتن مافیا. امیر با دقت خواهش میکنم گوش بگیرین که تاجر ما علاقه داره تکس خود تحویل بکنه، تمام مراحل قانونی خود طی بکنه و بار خود به سلامت بیاره، اما ایده هستن که امیل لحظه بین واسطه هایی که ما دستگیر کردیم، واسطه هایی که ما جمع کردیم، در بارنامه از او یک چیز نوشته، در داخل بار دیگه چیز است و نه در موجودیت هیئت نمیخواستن که افشا بشه و به این خاطر منتظر بودن که هیئتایی که از جرایم سنگین و سارنولی ها آمده بودن از چشم از اونا پنهان بمانه. همیشه مافیا موترهای خود قید میکنه، اجازه نمیده که بیرون بشه تا که هیئتا بخواهن خود خلاص بکنن. اینا میفهمن که به محض خروج در وزیر سرک اینا دستگیر میشه و تفاوت بین وزن و تفاوت بین نویت بار، تفاوت بین محصول دیده میشه. شما میفهمن که فرار مالیاتی بسیار گسترده در درست وجود داره. درستی مافیا هم با کارمندان گمرک تبانی دارن، با ادارات محلی تبانی دارن، واضح است. ما به عنوان مسئول اداره محلی ما در اون موقف نمیخوایم قرار بگیرم مقابل شما که بگم نه و برات بودم خودم، بس ما است که من مسئولیت دارم به عنوان والی هرات، باید من پاسخگو باشم اگر فساد صورت میگیره و اگر قفلت صورت میگیره و پاسخگو هست اداره ما و ایرم انکار نمی کنم که کسی توانی نداره و همی آیتا برای همی آمده که تمام کسایی که به این مسئله دخیل بوده و این فاجعه را به بار آورده باید تمامی از اینا باید برخورد قانونی بشه. درست، یک تبانی موردی و کوچک نبوده، بسیار کلان 3,000 موتر. پاسختون چی است به بازرگانان؟ بازرگانان ما با هم همگام هستیم، همکار هستیم. امروز هم جلسه داشتیم، کمیسیونای بین ما تشکیل شد، ما به کنار بازرگان خود بودیم پیش از حادثه، بعد از این حادثه ما و رئیس اتاق تجارت، اتاق صنعت و بارچلانا با هم در محل حادثه مترار کشیدیم. درست. در ترانسپورتی ها و دریورا همه با هم بودیم. ما یک درد مشترک داریم، به مو پیمانه تاسیسات دولتی ما آسیب دیده، به مو پیمانه حیثیت ما آسیب دیده و روند کاری ما مختل شده. به این خاطر ما از او زاویه نمی بینیم که تنها بیایم یک ملامت پیدا بکنیم. ملامت پیدا کردن عمق این فاجعه به حدی هست که نابخشودنی است. ما در کنار مردم خود قرار داریم. درست. اما چیزی که برای ما مهم است فعلا دوباره باید زندگی دوباره را بازگردانیم و حداقل تاجر ما از ادامه کار خود، از سرنوشت محصول خود، از سرنوشت انبار خود و خسارات خود بتانه که یک مسئولیت داشته باشه. خب یعنی جبران زیان میکنین؟
بس ای که ایتا در اونجا کار خود انجام میده، ما تعهد ما برای تاجر است که هیچ چیز از در دولت از اونا دریغ نمی کنیم. هر آن چیزی که بتونه زندگی مجدد ببخشه بر کار و کار از اونا و کنار مردم خود هستیم. تشکر. آخرین پرسش، هرچند در این باره پرسش های بسیار است اما کوتاه، فرصت نکست آقای قتالی. انتقال گمرک از شهر هرات به اسلام قلعه یک تصمیم شتاب زده، سیاسی و غیر منطقی بوده. سوالیه بود؟ بله بله سوال بود. در آینده افغانستان ارگاهی که شما خواسته باشین یک گمرک با اعتبار و مسئول بسازین که کمپلکس از او را ما با شرکت ساساکی یک کمپانی امریکایی قرارداد کردیم، یک طرح بسیار خوب است، او باید در جوار مرز باشه. اما ای که در این وضعیت و آشفتگی که ما فعلا داریم در مرزها منطقی نبود که در اونجا باقی میماند، اما بالاخره باید در ثبات گمرک ما در مرز ساخته بشه. ای که در اون مرحله باید پس انتقال پیدا میکرد، همواره بررسی شده. مرد داخل شهرم آسیب های خود داره. ما همیشه میگم اگر قرار بود که نمی حریق در داخل شهر صورت میگرفت، او گمرک پوتین ما داخل شهر است چه اتفاق میفتاد؟ یک خواهش دارم از شما، بسیار خواهش دارم. ما با خود چون وعده دادم، ما میخوایم از این طریق چون از آزردگی های داشتن از تمام شرکت های ترانسپورتی خود، دریورایشان، بارچلانات، شرکت های تجاری و صنعتی خود سپاسگزاری بکنم. برایشان وعده بودم که در کنارشان هستیم، دولت ما در کنارشان است. موفق باشین آقای قتالی، پلی هرات، وقت شما بخیر.